ای راستی اولی دشوار شده بخش ما نمی زندگی خدا من دیگه جونه نمی گیره. چرا چای درخ می خرین؟ پیسه ندارم. پیسه ندارین؟ همیلی به خدا قسم است یک دانه برینج هم در خانه ما پیدا نمیشه و روغن همی رقم. اصلا هیچ چیزی نیست، فقط ما صبح چای تلخ میخوریم، پیشین چای تلخ میخوریم، شب چای تلخ میخوریم. برنامه خداوند بزرگ توانا سلام و درود خدمت تمام بیننده های عزیز کانال یوتیوب بدخشان پرست. آرزو میبرم هموطنان عزیزم در هر کجا که هستین ما را بیننده هستین جور صدمند و سرحال باشین. خوش آمدین به یکی از برنامه های دیگر کانال یوتیوب بدخشان پرست و امروز باز هم ما در یکی از خانواده های نیازمند دیگر قرار داریم و این منطقه که ما قرار داریم البته به نام منطقه دروازی ها یاد میشه و آمدیم خانه یکی از نیازمند که در اینجا هست. امیدوار هستم که داخل خانه باشند و میخواییم که روزگارشان به تصویر بکشیم، پس تا آخر برنامه با ما همراه باشین. دروازشان تک تک میکنیم، امیدوار هستیم که داخل باشن و کسی بیا و دروازه رو برای ما باز سازه. سلام، خوب هستین؟ صدمن اجازه هست که داخل بیاییم؟ خسته نباشی خاله جان، خوب است انشالله. بخیر است. مزایم حالت خود نشدیم؟ نه. این خانه که کس خودت است؟ نه، کرایی سخوه. خواه، این اولی کرایی است. چند کرا میتنده این اولی؟ 4000 کرا گفته میتیم. چطور از حال روز زندگیتان خاله جان؟ کمی پیشتر بین؟ حالا روزی زندگی ما خیلی نمی اولی کرایی سینی بینی که نه شیشه دارم نه یک پلاستیک، هیچی سعی ندارم. خب نمیشه که تو استاد باشیم و گپای دل خدا بزنیم، چطور داخل خانه میریم و گپای خدا داخل خانه ادامه میتیم، اما تو نیست؟ خب مادر عزیز اینجا آشپزخانه تست؟ آنیم اینجا آشپزخانه هست. این آشپزخانه بیدر و بیکلکین آشپزخانه؟ کلکین بخیر و توانی نداره که برمی یک کلاسی که یک در کلکینی بشانیم و یک قطر خشت داده ول کنیم، هیچی پیدا نمیشه. بسیار یه دیگدان چه کات هستن؟ کو بالا بیا خاله جان، یک تفلک هم در بغل دست میبخشی. اینی اونجا تندور کردم، ای بی علاوگی در جای همسایه درگان وقت در پشتی همون نان میپزم، بخیر در تندور معلوم نمیکنم. چون مواد سوختیش ندارین؟ نه سو ندارم، این نموش اقلش هست اینجا آشپزخانه یک چوب همیجا پیدا نبیشه، خطا هم بیدنم پلاستیکی ها را مایر جای میورن علاو میکنم. من در کلکر میگم به خدا که دوری همی آشپزخانه نرفتن هم بوجی جغ نگرفته کسی پلاستیک نبود که بگیرم؟ پلاستیک نبود که بگیرم، پیسه ایرم نشون همونه پلاستیک بگیرم. یه چختش همین این چیز است در چختش؟ در چختش پلاستیک و چردانه چوبک هایی؟ یک دوجی رای نمی هر جای جمع کردم دختم در چختش گرفته، دیگه ندارم که پلاستیکش. یعنی براتون دشوار نیست در زمستان مواد سوخت نباشه؟ شما چه قسم یعنی میتونین این زمستان سپری بکنین؟ هوا خیلی سرد است. بسیار خیلی به مشکل سپری میکنین زمستان. گفته شما که چوبی سوخت نداریم، کالای چرک ما جمع میشه، آوی گرمی نمیدیم که بشوییم، وزوتی علاوی نداریم که او گرم کنیم استفاده کنیم چرک چرمان پاک شود. خب مادر عزیز از این بر ما بگو که چند سر جمعیت هستین، چند تا اولاد دارین؟ 7 تا اولاد دارم، شکر ده خدم شوارم نه سر جمعیت هستین. نام خدا 7 اولاد دارین، 9 سر جمعیت هستین در خانه. خب به شما از این نهاد کمک نشده؟ نه نه سو کمک شده بخشی ما نسه خیلی نمی کاری پدرشون که یکم جوالی کشی و کروچی کشی کنه روزی صدر پیا و در پیا و پینجا رو پیا و اید کنه بیا را نیاره دیگه ما هیچی توانی خردن هیچی را نداره. همیالی به خدا قسم است یک دانه برینج هم در خونه ما پیدا نمیشه و روغن همی رقم نمی مشکل دیگه. یعنی هیچ مواد خوراکی در خانه تا نیست؟ خیلی چی میخوریم؟
نیست و خدا خیلی نمی خدا روزی رسان که نمی شکم میگشنه با یک مشکلی زندگی ما را پیش میبریم دیگه. سخت نیست زندگی براتان؟ سخت است. ما 10 سال 18 سال عروسی میشه دولی کیلویزم. قبلا زندگیت خوب بود یا که نه؟ چند سالی پیش غریمت بود عروس کده خیلی عروسی اولی دشوار شده بخش ما نمی زندگی خدا من دیگه جونا نمیگیره. خب خیر از که جان نگیم همین شمایی ترفیش همی اولاد و وقتا سه وجه ایشم خوب نبردم تا خیستم شیشتا آخر نشد اکتر کردم و خیستم گفتم اگه قد ترفیش کردن خوندم دیگه یه چی نه پدر اینا میگه با ترفیش نمیشه و مریض میشه ما چی میکنم گفتم خیلی چی کنم دیگه میگم اب داشت دست حالست من دولی کیرویستم دیگه یک منطقه قشلاقی دور وطن من بود دو وطن مغ نداریم که بریم جا کنیم و بشیم. کجا هست وطنتان؟ نه در ایجانی میگن قریه یارگو نویه یارگو اونجا جای زندگی نیست؟ نه نیست خیلی دو جا زندگی کنن ما کیروی موتر نداریم که بریم با پیاده رفته نمیشه پدر اینو دمی شهر کارو چی کارشی میکنه و ایگه به خونه میویه دیگه. خب خیر است مادر جان خدا بزرگ است گریان نکنه وان دون تبکل به خدا نمیم شبا میخیریم با کمک خدا تبکل به خدا گفته دیگه به خدا ایروسی توانی چی را نداریم. خب مادر عزیز شما سمه شینیم هم گفتی شما که بسیار خیلی وقت شده که کیرو رم ندادیم و خب مادر عزیز از این برما بگوین که در خانه تان مواد خوراکی هست برنج، روغن، آرد نه چیزا سا نداریم دیگه نمه یکام ویگه که کار کنن یک پاو یک چاری یک برنج میارن که یک شو میخوریم سه شوی دیگه با ما خراق ما چایسا و یک هفته دیگه چایسا از هیچ نهاد براتان کمک نشده مثلا نهادهای خارجی زیاد هستن از هیچ دفتر براتان کمک نشده؟ نه خدا سایش کمک نشده اولین دفعه است که شما داخل در روزه ما آمدین و کمک میکنین دیگه هیچ وقت ما کمک نگرفتیم هیچ طریقی. خب واقعا شنیدن همچو زندگی مردم فقیر دلگرده میخواه که اینجا استاد چویم و بشنویم. خب بیا خیر خداوند بزرگ از منطقی تون بگوین از اون جایی که هستین یعنی اونجا شما چقدر وقت میشه از اونجا آمدین زندگی اونجا نداشتین یعنی اونجا زندگی نداشتیم دوجا اولی نداشتیم پدر اینو هم تایی یک باری جار بود اولی ما بسیار قشلاق شمال پرو سخت باش بود اونجا با ایجا آمدیم آمدیم دمی اولی های کیرایی میشنیم چند مدتی پیش و اگر خوب بودم این کارو کارو چی کشی و این کارو را این وقتا وقت خراب و نان خردن پیدا نمیکنیم که بخریم دیگه با کیرو را نمیرسیم همین سوی باولی هم جو میگه. خب امی اطفلکایت کجا هستن؟ در خانه میشتن ششتن. خب بریم خیلی یک بار از خانه تانم ببینیم. خب دوستای عزیز ای هم از خانه مادر جان و قسمه که شما میبینین اینجا طفلک های نازنینش هم در اینجا ششتن همراهی از اینا بشینیم که با ما جای است؟ مرا جای میتین یا نه؟ کوباش در پالین قندولک بشینم خوب هستین؟ سلام خوب هستی؟ بلند گپ بزن خیلی نامت چیست؟ نامش چیست؟ مزین خنک خوردی مزین جان؟ جمپر نپوشیدی؟ چرا جمپر نپوشیدی؟ خوب هستی؟ نامت چیست؟ بلند گپ بزن خیلی؟ نبیلا. نبیلا نبیلا جان خوب هستی؟ خنک خوردی نبیلا؟ نان خوردی نان؟ چی میخنین؟ خیلی بلندتر بگو چی میخورین؟ چای تلخ. چای تلخ. چرا چای تلخ میخورین؟ پسه ندارم. پسه ندارین. خنک خوردی؟ جمپرم نداری. چرا جمپر نپوشیدی؟ جمپر ندارم. بلند بگو چی کده؟ جمپر ندارم. جان چند ساله هستی؟ 2 ساله. 2 ساله؟ نبیلا 2 ساله هست. خوب هستی؟ شکر. نامک تو چیست؟ مشتبا جان چند ساله هستی؟ 11 ساله. 11 ساله مکتب میخونی؟
مکتبی؟ مکتب مکتب؟ نه. مدرسه؟ نه. خب به خاطر چی نمیخوانی؟ خاطر که پیسه نداری. پیسه ندارین. مشتبه آب هوا سرد است، خنک نمیخورین؟ میخورین. چی میخورین شما؟ چای تلخ. چای چای تلخ. چای. پدر چی کار میکنه؟ کنه چی سازی فروشی نمی نمیترکن تو یا کارو چی گرفته. نام تو چیست؟ مرتضی. مرتضی جان خوب هستی؟ هوای زمستان سرد است. سلام. خوب هستین؟ شکر. کمی طرف بشینین شما. از کجا آمدی؟ من از یک مدرسه آمدم که رایگان است و توانم نداشتیم که یک کتابشان بخریم. نامک چیست؟ نام قطبیه. قطبیه جان چند سال هستی جان؟ 14. مکتب میخونی؟ مکتب نه نمیخونم. مکتب چرا مکتب نمیخونی؟ خیلی توان مانم نمیکشه. به یک مدرسه رفتن توان مانم نمیکشه و مکتب دور بود. از کجا آمدی مدرسه آمدی گفتی؟ چی میخونی در مدرسه؟ در مدرسه قرآن میخونم. قرآن کریم میخونی؟ خب از رو میخونی یا بیرو؟ دفتن از رو میخونم. دفتن از رو میخونی؟ پیاده میروی؟ دور از مدرسه تان؟ زیاد دور است. خب از زندگی تان بر ما بگو. در آب و هوای سرد زمستان دشوار است براتان زندگی؟ زیاد دشوار است. خیلی. در خانه تان مواد خوراکه هست؟ نه اصلا هیچ چیزی نیست، فقط ما صبح چای تلخ میخوریم، پیشین چای تلخ میخوریم، شب چای تلخ میخوریم. چرا چای تلخ میخورید؟ خیلی بعضی پدرم ترکاری فروشی داره، بعضی وقتم که ترکاری میگیره پس به خودش تاوان میشه. میپوسدم و سری کراچی چی میشه میپوسه و ایش نه فایده نمیکنه، پس به خودش تاوان میشه و نقص زیاد میکنه و فایده نمیکنه. خب نامت چی گفتی؟ مرتضی. مرتضی جان چند سال هستی؟ 8 ساله. 8 ساله. مکتب میخونی تو؟ چرا مکتب نمیخونی؟ از دست چی؟ دستک از دانت پس کو؟ چرا مکتب نمیخونی؟ خنگ نخوردی؟ از دست چی؟ ناتوانی. خب بیا خیر. خب مادر جان اینا هیچ کدامشان مکتب نمیخونن، میشه برای ما بگوین چرا اینا مکتب نمیخونن؟ اینا در خانه هستن مکتب نمیرون. اینا در خانه هستن. اینا گفتی شما به مکتب ملایی فیس اینا را ندارو که بخونن. کاری ها هستن اکنیم سر میگیرن، صد روپیه میگیرن ندارم. اگر بانم چون بوده تشک مایده هستی چهار تا کلان روی 400-500 پیسه ندارو که اینا بخونن. تو بگه دمی خونه و نمی قیچی و خواهی چطلی کده و به تربیه شده هستن دمی خونه دیگه. توانی ندارم که اینو بخونم و مدرسه بروم و یک جا بروم. اینو مایده هستن که من یک جا بانم که نانوار خونه شوان یک کار کنن و خونه پیسه پیدا کنن. خب دوستای عزیز قسمی که شما در آغاز برنامه دیدین ما این فامیله به تصویر کشیدیم. اینا حتی چوبی به سوختاندن ندارن، نان به خوردن ندارن. من خواهشم از دوستان ما این هست، کسایی که ما رو بیننده هستن اگر توانایی کمک کردن دارین به این خانواده کمک داشته باشین. شما رو واتساپ ما روی اسکرین موبایلتان هست با ما وصل شوین و ما کمکتان رو با همچه خانواده فقیر میرسانیم. خب مادر جان شما چیز گفتنی ندارین، پیام ندارین به کسایی که ما رو بیننده هستن؟ پیام داریم که شما ما خواهش داریم خدا جان شما را خیر و برکت نصیبتان کنه و ما امید داریم اگر اولی گیروی داشته باشیم که کیرا دادن خلاص به خدای دفترم قرضا رو سیم اون ورقاشم که میبینین اونم میارم تا پاری نهی کم بودی 30,000 گرفتیم در داره کام قرضا رو بودیم بسیار و تشویش موقعد هر در قدنی در روزه تق 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 و ما پیسه بودیم 10,000 شما بودیم 20,000 اخردیم. ولی ما توانی نداریم و ما دفتر بودیم مردم خمیم و سری ما و ما شکایت میکنن در امارات اسلامی که همه قرضه دفترش پرداخت نمیکنن. دین روز پیش هم رئیسی همه جا رفت دادم که خیلی ندارم که 4 سبا صبر کنی که اگر گرمی شد و کمی یک ترکاری یک چیزی به سودا شد و روزی 500,000 شد من به شما بیارم. قرضه دفترم از این ده یولی کیلویه را هستم. امید و ارزو دارم که یک گفتی شما به من
قبلی کیرایی را گیراوی را کمک میکنن، خرچی روزگار میکنن، های خیلی سرشون. خب مادری عزیز، شما بر ما عزیز بگوین که بایی هشت تر جمعیت یتفال نازنین هم خوردستن، چوبه بسختاندن هم ندارن، اینا در این آب هوای سرد زمستان، زمستان هم خب زمستان بدخشان است، خیلی سرد است، اینا سرد نمیخورن شبا، اینا چه قسم یعنی خواب میشون؟ میذاری لیاف نمی خونه را در که اون کلکین ما نمیم، یعنی پلاستیک ندارم، این کلکین نمیم شیشتر شکستگی شما ندارم کنی بگیریم خانه کم میخورن. میگه خیلی چی چورا کنیم، خداوند میگه زور و بنده بیچاره دیگه، خداوند زور شده نمیتونیم که خلافی نداره. خب بیا خیلی خداوند بزرگ. خب دوستای عزیز، قسمی که شما در آغاز برنامه دیدین، ما این فامیله به تصویر کشیدیم، واقعا روزگار خیلی دشواری دارن و ما خواهشم از دوستایم که ما رو بیننده هستن ای هستن، اگر کمک دارن باز هم تکرار میکنم، شماره واتساپ ما روی اسکرین های موبایل دان هست، ما وصل شوین و کمک به این فامیل داشته باشین. خب قطبی جان گفتن بله، شما اگر مکتب بخونین بخیر انشاءالله، میخواین که در آینده چی شوین اگر شامل مکتب شوین خلاص کردین؟ من میخوام که در آینده دکتر شوم. دکتر شوی انشاءالله. از آرزوی من میست که یک کمکای بشر دوستانه شونه به ما برسانن، و ما آرزوی خواندن مکتب داریم، آرزوی کورس خواندن داریم، آرزوی مدرسه خواندن داریم. ما دیگه عوضمون میکنه که مکتب بخونیم، کورس بخونیم، دیگه مدرسه بخونیم، اما توانمون نمیکشه. بیا خیر، خداوند بزرگ است، انشاءالله که با آرزویت میرسی. خب دوستا، باز هم براتون میگم اگر کمک داشته باشین، شماره واتساپ ما روی اسکرین های موبایلتون هست، با ما وصل شوین، ما کمکتون رو میرسانیم. و برنامه ما هم به همینجا به پایان میرسه. اگر میخواین که بهترین برنامه ها را تقدیمتون بکنیم، پس کانال یوتیوب بدخشان بلز سابسکرایب کنید و از برنامه های ما مستفید شوید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.